آیا مهندس، ما که میدونیم الان دیگه کیا سینما رو تو آتیش زدن، برای چی آتیش زدن؟ خود خودشون سوال کرد. نه واقعا میخواستن یه چیز بیندن گردن حکومت؟ یا واقعا چیز یا با سینما مشکل داشتن؟ نمیدید باز من یه مثال خدمتتون بزنم. آقای یزدی تو خاطراتش یه تیکه‌ای میگه راجبه این که قبل از پیروزی انقلاب یکی از روزنامه‌های انگلیسی نم خوندی یا نه این تیکه‌اش را خاطراتش خود روزنه ندارم میگه یکی از روزنامه‌های انگلیسی تیتر زد اگه اشتباه نکنم پیروزی نادانی بر ظلم آه بله جهل بر ظلم جهل بر ظلم بله فهمیدی انقلاب پیروزی جهل بر ظلم بود خب ببینید آقای یزدی خودش میگه که من اون موقع که اینو خوندم خیلی ناراحت شدم بعد که اومدم ایران و بعد انقلاب پیروز شد و مراحل گذشت یواش یواش بنویسم که اون چرا اون موقع خوب دیده بود من ندیده بودم ببینین آن چی که الان هم داره سر کشور میاد همونه واقعا من با عنوان کسی که 40 سال بعد از انقلاب حضور دارم و تو دولت مهندس موسوی قائم مقام وزیر بودم تو دولت آقای هاشمی مسئول بودم تو دولت آقای خاتمی مسئول بودم من نماینده مجلس بودم و واقعا من میگم که من خودم هم این آقای یزدی هم ببین آقای مهندس اینا پرسه بعد از انقلاب باشه میفهمم من دارم میگم که سینما رکس با هر معیار یه جنایته همون آدم ها بعد هم کجا اومدن نماینده مجلس شد همون شد رفت یکی از این آدمایی که صحبت شد نماینده مجلس شدن و جنایت سینما رکس رو مرتکب شده بودند آقای محمد رشیدیان بود از معدود کسایی که آخوند نبود همینطور که میبینین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد یعنی این آدم در تصویب قانون اساسی دست داشته همین قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته شد و الان دست بنده و جناب عالیه یعنی کسی که پای اصلی برنامه ریزی برای سوزوندن صدها مطلقاً بیگناه تو کوره آدم سوزی سینما رکس بوده قانون اساسی برای این نظام مقدس تصویب کرده نظر داده درباره بند بندش و تا مجلس ششم یعنی تا سال 1383 که مجلس ششم تموم شد یعنی تا 25 سال بعد از اون آدم سوزی نماینده مجلس شورای اسلامی این نظام بوده بعد از صحبتهایی که از صفایی فراهانی منتشر شده الان لطمه خوردگان از اون جنایت از اون فاجعه چجوری میتونن در واقع لطمه خوردگان از دروغ تاریخی دادگاه سینما رکس چجوری میتونن دنبال کنن پرونده رو آیا اصلا میتونن دنبال دادخواهی باشن و برگزاری دادگاهی دیگر و مجازات مجرمان برای مثال آیا مشخص ظرفیت دستگاه قضایی ایران منظورم همون ظرفیت اسمیشه همون چیزی که نوشته شده دربارش آیا ظرفیتش انقدر هست که دادخواهی سرهنگ بیات رو پیگیری بکنه آقای دکتر نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران با سلام خدمت شما و بینندگانتون از کنم در علم حقوق ما یک قاعده ای داریم به اسم اعتبار امر محکوم بها یعنی یک قضیه وقتی دادگستری بهش رسیدگی کرد و حکمی صادر کرد و اون حکم قطعیت پیدا کرد دیگه نمیشه راجع به اون موضوع مجددا رسیدگی کرد به راز اینکه اون مختومه شده اعتبار امر محکوم با حکم در اون مورد صادر شده اما قصه پرغصه سینما رکس آبادان در واقع در ظرف 40 سال گذشته هم کسی رو قانع نکرد که اون رسیدگی کافی بود یک آتش زیر خاکستری مانده بیش از 600 نفر از مردم مظلوم آبادان در یک شرایط سختی که سوزانده شدند در این که عمدی بود خب بحث نداشتن و جامعه هم قانع نشد و شخصی هم که عنوان کرده آقای مهندس صفایی فراهانی
شخصیت ممتازی است، شخصیت استثنایی است. در بین اصلاح طلبا یکی از معتدلترین و اصولی ترینه. در هر جایی بوده از مدیران موفق، چه در ورزش، چه در مجلس، چه در وزارت خونه های خاص. گفته ایشون هم نمیتونه بی سند باشه. در جایگاه آقای صفایی فراهانی بودن با اون پشتوانه و اون سابقه، ایشون نمیتونه حرف بی پایه و اساسی رو بزنه. لابد ادله و اسنادی داره. اگر این ادله و اسناد مثبت ادعایی باشد، خواه این که نسبت به افراد شناخته شده یا افراد دیگری، اگر اینا در محکمه‌ای ثابت بشود و پرونده طرح بشه، آمدن ادله جدید، ما داریم در موارد از اعاده دادرسی اگر فردی به حکم قتل محاکمه بشه و محکوم بشه و بعدن قاتل پیدا بشه، خب از مورد اعاده دادرسی. این از مواردی است که میشود، به شرطی که آنچه که آقای مهندس صفایی فراهانی گفتن در یک مرجعی اثبات بشه. عرض کردم واقعی سینما رکس آبادان نتوانست نوع رسیدگی به اون از خان ساده مردم، از خان پیچیده یا از خان قضایی و یا افراد نزای صفایی فراهانی جای خود، حتی ذهن ساده مردم رو نتونست قانع کنه و این داغ تا همکنون باقی مونده. حالا اگر خروجی این مسئله به نتیجه رسید، چه کاری جناب سرنگ بیاد میتواند بکنه؟ ببینید، ما در قانون اساسی اصل 173 داریم، اگر هرگاه بر اثر تقصیر یا قصور قاضی ضرر و خسارتی به کسی وارد بشه، اگر قاضی مقصر باشه، قاضی باید جبران خسارت بکنه. اگر تقصیر نباشه، قصوری باشد، از خزانه بیت المال باید پرداخت بشه. از کردم شرط اول اثبات این مسئله است و من بر این باورم به هر حال یک روزی باید مجددن پرونده سینما رکس آبادان در یک فضایی مناسبتر با ادله محکمتر و افرادی که به هر حال آنچه که آقای مهندس صفایی فراهانی گفته و یقینا ادله و مستنداتی داره، دوباره از نو رسیدگی بشه تا جامعه قانع بشود کسانی که چنین جنایت هولناکی رو انجام دادن به سزای اعمالشون برسن، یا حداقل در تاریخ ثبت بشه که کسانی مقصر بود.